بحث آقای جلیلی خیلی جالب بود دیشب مثلا در دو تا ایشون همایش داشته یه دونش در اهواز بوده دیشب تعداد قابل توجهی در احواز دیشب این کولرها برای همایش ایشون تو مصلا اومده بوده گذاشته شده بوده که میلیون ها تومن این هزینه داره و بعضا به بهم گفتن اینقدر کولر بوده که بحث چند میلیارد تومنه من فقط یه سوال دارم میلیون ها تومن یا چند میلیارد تومن این تعداد قابل توجه کولر و کولرهای گازی بزرگ در مسلا برای اینکه هواداران شما در گرما اذیت نشن و سوال بعدی من این تعداد قابل توجه غذای رایگانی که دادید و البته این تعداد قابل توجه اتوبوسی که از تمامی شهرستان های استان خوزستان مردم رو بردارید بیارید تو مسلا چقدر هزینه داشته با یه گزارش مردمی داریم از اهواز که اتوبوس های منتهی به مکان سخنرانی آقای ساده زیست جلیلی رو به نمایش در آورده نگاه کنید با سلام اهواز اهواز اتوبوس هایی که برای مراسم آقای جلیلی اومدنه خیلی جالبه. اتوبوس اسکانیا الان شما خب اون خودم تور می‌ذاشتم یه اتوبوس اسکانیا میگرفتیم تور می‌خواستیم بریم سال 87 ما نزدیک دو میلیون تومان میدادیم من سوال دارم اتوبوس اسکانیا اونایی که تور گذارن اینا اتوبوس اسکانیا رو بخواید کامل اجاره کنید روزی چقدره؟ این هم یک سوال دیگه این تعداد قابل توجه اتوبوسیشون اجاره کرده سال 87 یه اتوبوس کامل رو می‌خواستی اجاره کنی دو میلیون تومن بود که من خودم اصلا تو همین سفرها اتفاقا خانومم هم, خیلی می اومد که اون موقع حالا کاری نداریم شما الان این اتوبوسا قیمتش چنده اتوبوس اسکانیا اجارش برای یک روز من قیمتی ندارم این همه امکانات از کجا با چه سرمایه‌ای بسیج شده خیلی جالب خب کولر هایی که ایستاده بود الان به من آمار میدن 150 میلیون من هر یک دونه پولشه اون کولرها آقای جلیلی اون تعداد قابل توجه کولر از کجا هر سر حالا اتوبوس اسکانیا من فکر کنم اصلا خیلی هزینه بالایی باشه که برای یک روز اجاره کل اتوبوس اسکانیا باید خیلی بالا باشه به این همه امکانات دولتی ماشاءالله ببین اتوبوس ها نگاه اهواز اتوبوس هایی که برای اعزام نیروهایشان به از شهرستان های خوزستان برای مصلای اهواز از خود جذب کردم من موندم این همه هزینه ببین چقدر یعنی ما اتومبیل و اینا اصلا آماده از کجا آقایی که تیبا سوار باشه اونورم عمرم نگاه چقدر اتوبوسه حالا البته فردا برای قالیباف قراره که ببرنش اهواز چون حالا قالیباف داره با این رقابت میکنه مثل اینکه خب ببینید ها که من نمیدونم الان قیمتش چنده میدونم خیلی باید باشه وقتی شما سال 87 دو میلیون تومن میدادی الان همه چی صد برابر شده دیگه دو میلیون اون الان مثلا هر اتوبوس فکر کنم روزی 200 میلیون باشه من نمیدونم واقعا ذهنیتی ندارم ولی میخوام واقعا بدم یه اتوبوس اسکانیا اونایی که تور میذارن بهتر میفهمن میدونم که چیزی نیستش که هر کی بتونه بگه ولی نکته دیگه که وجود داره این کولرهای گازی هم هر یک دونک 150 میلیون تومنه و بعدم البته بحث خیلی زیادی بود در مورد حضور ایشون در در حقیقت مسلا که مسلای اصفهان که خیلی سر شده بود که آقا واقعا چه تعدادی رفتن اینا و خیلی برام جالب بود که هواداران قالیباف حملات شدیدی کردن به این مسئله و گفتن که شما انقدر تعداد جمع نکردید حالا من اتفاقا یه عکسی بود یادم رفته بود آماده کنم اونو آماده میکنم ولی مسلا رو وقتی بررسی هایی که انجام شد معلوم شد که آنچنان که میگوین تعداد زیادی نبودن نهایتا چند هزار نفر بودن به خاطر که از کل مسلای اصفهان استفاده نشده یعنی میدان اصلی اصفهان اون میدانی که الان دارید میبینید اینقدر هستش و فقط این قسمتی که قرمز کشیده شده تازه با توجه به اینکه وسطش هم یه حوض بزرگی افراد اینجا جمع کردن ما باید یادمون باشه آقای رئیسی در سال 96 از کل این محوت آدم پر کرد و انتخابات و شکست خورد آقای روحانی هم هر سری کل این رو پر میکرد و اینا نتونستن کل محوطه رو پر کنن یعنی در بهترین حالت حتی ما نصف هم نمیتونیم بگیم عکس نشون میده چه تعدادی اونجا دیگه اینجا قشنگ کشیده شده چه تعداد در کجا وایسادن ما میتونیم بگیم چهل درصد چهل درصد هم نمیتونیم بگیم چون ببینید شما تو این قسمت ها حوض نداره دقیقا اون بخشی که حوز هست اینا جمع شدن دیگه ما واقعا میتونیم بگیم سی درصد بتونیم خیلی منصفانه صحبت کنیم سی درصد از میدان اصلی اصفهان و اینا تونسته باشن اگر واقعا کنار هم دیگه واقعا فشرده وایستاده باشن تونستن سی درصد و تیف آقای جلیلی پر کنن که البته بعد سر همین هم دعواهای سنگین شدید و هواداران قالیباف اومدن و کلی این قضیه رو رد کردن همونطور که تو صحنه توییت های زیادی زدن تجمع مردم اصفهان در حمایت از دکتر جلیلی بعد زده که خیلی هم همون هم خالی بوده و مردای دیگه اینا هواداران قالیبا فنا دقت کنید مثلا این باران موسوی اینا اینا حتی خاطر های به چیز نیستن خیلی هاشون شاید آیدی تقلبی و ربات باشن اینا آیدی های حالا یا ربات یا واقعی منتسب به جریان قالیبافن یعنی نه براندازن نه اصلاح طلب این خیلی نکته جالبیه طرفداران قالیباف دوباره شروع کردن که شنیده بودیم سر اتوبان را میشد بس برای کاهش تصادف اما بستن سر میدان جدید بود نبود بعد اینجا اومدن تصاویر رو گذاشتن اینا نه مورد دیگه هیچ وقت به عزت شهید رئیسی نخواهید رسید تصاویر استقبال تاریخی مردم اصفهان از شهید جمهور انتخابات 96 و داره میگه آقا 96 اینقدر ما جمع کردیم حرفش اینه که ولی بازم برنده نشدیم یکی دیگه زده که آنقدر اتوبوس اتوبوس از همه جا آدم بردید همین فکر کن این خانم مثلا فاتمی یا سلیمانی حالا آیدیش واقعی یا واقعی نیست این برانداز نیست این هوادار پزشکیان اصلاح طلب نیست یکی از دلایلی که من میگم بذارید قالیباف بشه یعنی ما که اصلا شرکت دوست دارم قالیباف بشه خیلی علنی صادقانه برای که دعوا ها رو تشدید میکنه هواداران جلیلی هم تیفوسی میوفتن به جون اینا قالیبافیا که خیلی آنچنان تیفوسی نیستن ببینید چه جوری دارن حمله میکنن به جلیلی حالا فکر کنید قالیباف بشه رئیس جمهور هرسه هم هواداران جلیلی و هم هواداران جریان مثلا مسافی و اینا رو بچهای رایفی پرو اینا رو در میاره اینا میفتن به جون همدیگه دهن همو سرویس میکنن در حد لالیگا یکی دیگه زده که در اسفان واقعا در چقدر جمعیت آمد طبق تصاویری که تا کنون منتشر شده میتونه برآورد کرد که تقریبا یک چهارم میدان ببین من باز چقدر انصافم بیشتره من گفتم سی درصد پر شده هواداران قالیباف میگه در بهترین حالت یک چهارم میدان به خودشون که میرسه یعنی اینجا خیلی نکته جالبیه جریان مذهبی که به خودش میرسه آشورا به پا میکنه یعنی اگر ما توی آشورا یه پای قضیه بودیم شاید حسین اینجوری سکش سک نمیکردیم شاید به این شکل تعدادمون دست جمعی ما که حالا زدیت داریم با کل جریان شیعه و اسلام و اینا شاید به این به در این سطح گسترده بیچاره زینب و از جلو عقب و هنو از همه جا دیگه تیک پاره نمیگردن مثلا ولی اینا وقتی به خوشون میرسه میبینید دیگه مثلا داعش با مخالفینش برعکس جریانات مذهبی از همدیگه تنفر خیلی شدیدی دارن پرانتزی باز کنم خیلی جالبه بدونید که سطح کشداری که بعضا بین جریان خودگردان و حماس در کرانه باختری از سطح کشداری که اسرائیل این داتا رو با هم میکشه خیلی فراتره یعنی اسرائیل میره اونجا هم خودگردان رو میکشه هم مثلا این آقایین حماسی رو میکشه اون یه بحثه اما هماسی ها و خودگردان و فتی ها و, و جریان گروه فت که مال آقای این چیز بوده پدر آقای کرمچالی خودمون بوده دیگه یاسر عرفات همدیگه رو میکشن ها یعنی سطح کشه حالا اینجام هم همینه ببینید واقعا اینجوری که اینا بیانصافی جریان جلیلی حمله میکنه به قالیباف قالیبافی ها حمله میکنن به جلیلی هنوز ما براندازان و مردم و تیفایی مختلف هنوز کیکرد اینا رو قوی نکردیم یعنی این سگا رو باید ول کنی خودشون خودشون رو پاره کنن میگه که تقریبا یک چهارم میدان امام اصفهان به احتساب به حوض میدان میان میدان از جمعیت پر شده چیزی حدود 15 تا 20 هزار نفر در سال 96 شخصا شاهد جمعیت چهار برابری برای شهید رع... شهید رئیسی بودم خب اوکی این هم جمعیتی بود که برای استقبال از شهید رئیسی اومد ته جمعیت معلوم نبود ولی ما اون انتخابات رو باختیم به روحانی که جالبه واقعا این حرفا یکی دیگرشون یادش بخیر سال همه هواداران قالیباف دارن قضیه سال 96 رو رو میکنن یادش بخیر سال 96 و تجمع حامیان رئیسی در اصفهان دکتر قالیباف از پنج روز زودتر به نفع جناب رئیسی انصراف داد تا ستادها و خودشون شر به شر برای ایشون تبلیغ کنن الحق که قالیباف خیلی مردی واقعا خیلی مردن بعد یکی دیگه جلیلی نصف جهان را نصف کرد <تصفح> یکی دیگه, دیگه علی دانشمند این هم اومده زده که آقا تعداد انقدر بوده اینا و این خیلی برای من جالب بود که هواداران قالیباف در این سطح دارن تحت قیر میکنن آقای جلیلی و, و این خب اتفاق اتفاق خوبی است برای ما و اتفاق مبارکی است در کل اما دیدم علی علیزاده هم حالا این تفلک تریاکی هم تو صحنه اومده یعنی قضایای جلیلی انقدر چرت و پرته البته بگم علی علیزاده طرفدار قالیبافه <applause> با دوستی که با آقای محبی داره اینا و احتمالا یه چیزی که تو این قضیه روشن شد قالیباف تمام رسانه ها رو خریده اینکه من میگم دوست دارم بشه من یک نگاه برای که اینا دعواهاشون بیشتر بشه دارم میگم ولی واقعیت اینه که قالیباف همه رسانه ها رو خریده خیلی باور نکردنی بود که تمام کانال های تلگرامی ما دیدیم که آقا اینا هوادار قالی بافن. حالا پلتفرم در حقیقت خودفروشی چون آقای در حقیقت این یارو ملا علیست مولا علیز برادر که هوادار طالبانم هم بود دیگه این حاضر شده هوادار طالبان بشه در پروژه هوادار قالیباف نشه اومده میگه جلیلی انگار دارد برای تصمیم گیران یک مرکز سیاست گذاری بالادستی نتیجه تحقیقاتش را ارائه میدهد محتوای حرفای سخت فهم و فرم ارتباطگیریش در رگهای اکثریت خسته از تبعیض و فقر خونی به جریان نمی خونی فقر خونی به جریان نمی آورد و یعنی در رکهای اکثریت خسته از تبعیض و فقر اینجا برای یه ویرگور بذارید دیگه بیشور خونی به جریان نمی آورد چرا جلیلی نمی تواند مستقیم به چشم مردم زل بزند و بی تکلف با آنها صحبت کنند به حال پروژه تخریب جلیلی رو دارن دست آقای <applause> <applause> علی علیزاده البته من اینجا مشکلی ندارم چون منم تایید دلم من خیلی آدم صادقی ام تایید دلم در این بازی دوست دارم که قالیباف بشه که دعواتون بیشتر بشه تو سر کله هم بزنی ولی انقدر ولی واقعیتی حالا فارق از اینکه این پروژه گرفته ولی واقعیت هم همینه جلیلی خیلی مزخرف میگه یعنی واقعا حرفاش قابل فهم نیست و البته جلیلی هم همون چرت و پرتایی که میگه که خود این ملا علیز میگه مثلا تو مولا علیس خیلی حرف قابل فهمه تو هم داری چرت و پرت میگی دیگه توی عالم هپروتی با چهار تا رال بگی روال پلیتیک کنیم همه چیز اونجا که به نفعتون در چارچوب رال پلیتیک بپیچونیم اونجا که به نفعتون نیست در چارچوب نمیدونم غیر رال پلیتیک بعد بیایم پرده دری کنیم من نمیدونم تو هم حالا خیلی برام جالبه ولی اینجا برام جالبه که معلوم شد علی علیزاده فعلا در داستان انتخابات الان خیلی با چرا خاموش پروژه آقای قالیباف رو گرفته به هر حال حساب بانکی ایشون یادتون باشه شماره حساب بانک ملی علی علیزاده در تهران فعاله از طریق بانک ملی تهران به حساب بردر ایشون داره ریال ریخته میشه تبدیل به پوند میشه و این گداگشنه در انگلیس این پولا براش فرستاده میشه از طریق صرافیایی که توی لندن هست حالا اینا که اینا هم که مهم نیستین چی میگه اینا